امسال در میان کسانی که جایزه موسوم به شهروند بریتانیا را دریافت کردند یک فعال اجتماعی اهل افغانستان حضور داشت. نورالحق نسیمی مدیر نهادی به نام انجمن آسیا مرکزی و افغانستان. این جایزه افتخاری سالی دو بار به بریتانیایی های اهدا میشه که در جامعه محلی خود کارهای با ارزشی کرده باشند. حامیان این جایزه افتخاری مدیران چند شرکت خصوصی موفق، بعضی از مجموعه های وابسته به شهرداری لندن و عده ای از اعضای مجلس اعیان بریتانیا هستند. نورالحق نسیمی مدیر انجمن آسیای مرکزی و افغانستان اینجا در استودیو با ما هستند. آقای نسیمی خیلی خوش آمدید. سوال اول اینه که به کدام بخش از فعالیت های شما مورد توجه اهدا کنندگان این جایزه قرار گرفته؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سپاس بیکران و تشکر از جناب شما موسوی ارجمند و از دعوت شما به برنامه شبکه خبری بی بی سی فارسی. خدمت شما باید عرض کرد که اهدای جایزه بسیار مهمه که اخیراً بریتش سیتیزن اوارد بر انجمن افغانستان و آسیای مرکزی اینا ای جایزه را دادن، بزرگترین جایزه در کشور بریتانیا محسوب می شود. اهدای همچو یک جایزه معمولا بر سازمان های داده می شود که بیش از 50 سال، 40 سال، 30 سال اینا خدمات بشردوستانه ای را بر مردم های آسیب پذیر یا بر قشر آسیب پذیر انجام داده باشند. که انجمن افغانستان و آسیای مرکزی از جمله از همون نهادهایی است که بیش از 20 سال در حمایت از مردم افغانستان در کشور بریتانیا برای کاهش انزوا، ترویج ادغام و مدغم شدن جامعه افغانستانی ها در این کشور زحمات زیادی را متقبل شده. گفتید کاهش انزوا و مدغم شدن با جامعه میزبان، این هم لوح تقدیر شماست که اینجا داده شد. یکی از مسائل اساسی در بین جامعه مهاجر همینه، گویا مشکلات زیادی وجود داره خصوصا در بریتانیا که جامعه مهاجر با جامعه میزبان به آسانی خصوصا در میان افغانها مدغم نمیشن. مشخص ترین کاری که شما در این زمینه کردید و باعث شده که چنین لوح تقدیری و همینطور مدالی به شما داده بشه چه بوده؟ خب مشخص ترین کاری که انجمن افغانستان و آسیای مرکزی انجام داده، این انجمن در جنوب شرق لندن از برنامه بسیار کوچک کارهای خود آغاز کرد که عبارت از ارائه خدمات آموزشی. مشکل اساسی جامعه نوین در کشور بریتانیا مشکلات زبانی است که انجمن افغانستان و آسیای مرکزی موفقانه تانست که از طریق کلاس های زبان انگلیسی و شهروندی و همچنان کارگاه ها و سیمینار ها بر هموطنان ما که تازه به کشور بریتانیا اینها اقامت یافتن برشان در این زمینه ها کمک بکنه. ما در یک جامعه فعلا زندگی میکنیم که تفاوت های فرهنگی و تفاوت های زبانی مانع پیشرفت و تکامل جامعه ما در جامعه بریتانیا شده. مشکل اساسی ادغام و یک جا شدن در کشور بریتانیا است. امروز هستند کسانی از اقلیت های دیگر که در سیاست های بزرگ جامعه بریتانیا شامل هستند، ولی مشکل اساسی جامعه که ما و شما به او از اون نمایندگی میکنیم این است که ما در این جامعه نو هستیم، تازه هستیم و نقش فعالیت های جامعه مدنی در کشور بریتانیا برای ترویج عدالت اجتماعی، برابری و بالاخره کاهش انزوا و محرومیت و فکر میکنم خیلی نقش بسیار مهمی را بازی میکنم. آقای نسیمی خیلی بهتون تبریک میگم. نورالحق نسیمی مدیر انجمن آسیا